خب داستان از اینجا شروع میشه که مرخلیفه مصر را غماز گفت که شه موصل به حوری گشت جفت. غماز یعنی خبرچین. یک کنیزک دارد او اندر کنار که به عالم نیست مانندش نگار. خبرچین به خلیفه مصر گفت شاه موصل یک کنیزکی داره تو کل عالم تکه، خیلی حسن و زیبایی داره، در بیان ناید که حسنش بی حد است، نقش او این است کاندر کاغذ است. و نقاشی کنیزک رو به پادشاه مصر نشون داد. پادشاه عکس کنیزک رو که دید برق از چشاش پرید و جام می از دستش افتاد، معطلش نکرد. پهلوانی را فرستاد آن زمان سوی موصل با سپاه بس گران. به پهلوان گفت اگه کنیزک داد که هیچی، اگه نداد برکن از بن آن در و درگاه را، شهر و کاخش رو با خاک یکی کن. پهلوان شد سوی موصل با حشم، با هزاران رستم و تبل و علم. شد خیلی جاها تو ادبیات کهن یعنی رفت. پهلوان با یه لشکر بزرگ پر از جنگجوهای ماهر و تبل و کوس و پرچم رفت سمت موصل. شهر رو محاصره کرد و گله به گله منجنیق کار گذاشت و شروع کرد به سنگ اندازی و تیراندازی. هفته ای کرد این چنین خونریز گرم، برج سنگین سست شد چون موم نرم. یه هفته جنگ و خونریزی شدیدی به پا کرد. دیوارای سنگی قلعه موصل مثل موم نرم شد و از هم پاشید. شاه موصل دید پیکار مهول، پس فرستاد از درون پیشش رسول. شاه موصل دید این ولکن نیست، یه پیک پیشش فرستاد که چه میخواهی ز خون مؤمنان، کشته میگردند زین حرب گران. گفت بابا تو هم که مثل خودمون مسلمونی، از خون این مؤمنای بیچاره چی میخوای؟ گر مرادت ملک شهر موصل است، بی چنین خونریز اینت حاصل است. من روم بیرون شهر اینک درا، تا نگیرد خون مظلومان تو را. اگه میخوای شهر رو بگیری بیا، نمیخواد خونریزی کنی، من میرم بیرون، تو بیا شهر رو بگیر، ولی خون این بیچاره ها رو نریز، این دامن تو میگیره. ور مرادت مال و زر و گوهر است، این ز ملک شهر خود آسان تر است. اگر هم پول و طلا و جواهرات میخوای که بهت میدیم، راحت تر هم هست برامون. چون رسول آمد به پیش پهلوان، پهلوان داد کاغذ اندرو نقش و نشان. کاغذ و نشونش داد و گفت بنگر اندر کاغذ این را طالبم، هین بده ورنه کنون من غالبم. گفت طالب این کنیزم برای پادشاه مصر، یا بدینش یا دیگه خودتون میدونید. چون رسول آمد، رسول که برگشت و خواسته پهلوان رو برای شاه موصل گفت. چون رسول آمد بگفتان شاه نر صورتی کم گیر، زود این را ببر. شاه گفت همین الان برشدار براشون ببر، انگار میگیریم یه همچو صورتی نداشتیم. مولوی میگه شاه نر، این شاه نر در نظر مولوی یه انسان درجه یکه، یه کسی که مرد واقعیه. جای دیگه هم مولوی گفته زان شاه نر برخصا. شاه موصل شاه نر و یه مرد واقعی بود، یه مرد واقعی میخواد که اسیر شهوت نشه. بعد پادشاه موصل همون شاه نر حرف جالبی زد، گفت من نیم در عهد ایمان بت پرست، بت بر آن بت پرست اولاتر است. دیگه عهد بت‌پرستی گذشته، بت و کنیز زیبارو بره برای اونا که بت‌پرست و ظاهر نگرن. پیک شاه موصل کنیزک رو برداشت و برد برای پهلوان تا ببره برای پادشاه مصر. و اینجا یه اتفاقی افتاد. پهلوان چشش که به کنیزک افتاد، گشت عاشق بر جمالش آن زمان، همون لحظه عاشق کنیزک شد. اینجا به این مناسبت مولوی یه حرفای عجیب قشنگی درباره عشق میزنه. دور گردون ها ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. تمام این گردش هایی که توی آسمونا و افلاک هست از موج عشقه. این عشق اگه نبود کل هستی و جهان فسرده و یخ زده می شد. این یه نگرش عرفانیه که مولانا هم بهش باور داره، اینکه پیدایش هستی و جهان و همه ذرات و کائنات به خاطر یه عشقه، یه عشق بزرگ از طرف حق. از اینجا به بعد یه چند بیت یکم پیچیده میشه، اگه لازم شد چند بار گوش کنید. میگه اگه عشق نبود کی جمادی محو گشتی در نبات، و کی فدای روح گشتی نامیات. اگه عشق نباشه از سنگ و خاک گیاه رشد نمیکنه، بعد از گیاه حیوان رشد نمیکنه. روح اینجا منظور روح حیوانیه. و باز میگه روح کی گشتی فدای آن دمی، که از نسیمش حامله شد مریمی. اگه عشق نبود اون روح حیوانی کی مغلوب و فدای اون روح انسانی و آگاهی
میشد. این حرفا رو مولوی قبلا هم یکم واضح‌تر گفته، همون بیت‌های معروف: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ایز مردن کم شدم. خلاصه عشقه که باعث حرکت هستی میشه، از خاک به گیاه و از گیاه به حیوان و از حیوان به انسان و آگاهی. سرچشمه این حرکت خود عشقه و خود حرکتم به سوی عشقه. اگه این عشق نبود حرکتی صورت نمی گرفت و هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ، کی بودی پران و جویان چون ملخ. همه سر جای خودشون مثل یخ منجمد می شدن و هیچ وقت این اتفاقی که الان می بینیم و درک می کنیم نمی افتاد. این که هر ذره مثل ملخ جویان و پران باشه، هر چیزی تو سطح خودش باقی میموند و هیچ حرکت و رشدی وجود نداشت. ذره ذره عاشقان آن کمال، می شتابد در علو همچون نهال. کسایی که عشق اون کمالن، کسایی که عاشق اون سرچشمه بزرگ عشقن، ذره به ذره وجودشون به سمت اون سرچشمه عشق حرکت میکنه، می شتابه، مثل یه نهال که هر لحظه رشد میکنه و به سمت بالا حرکت میکنه. خلاصه اینکه همه هستی و کائنات از یه عشق بزرگ شکل گرفته، همه هم به کمک همون عشق به سمت اون سرچشمه عشق حرکت میکنن. جنبش و شتاب همه از روی عشق و به سوی عشق. برگردیم به داستان. پهلوان بازگشت از موصل و میشد به راه، تا فرود آمد به بیشه و مرجگاه. مرجگاه یعنی مرتع. بعد آتش عشقش فروزان آنچنان، که نداند او زمین از آسمان. با این عشق و شهوتی که هر لحظه بالاتر می رفت، آسمون رو از زمین تشخیص نمی داد. و دیگه آخرش قصد آن مه کرد اندر خیمه او، عقل کو و از خلیفه خوف کو. رفت تو چادر به سمت کنیزک. با اون حالی که داشت عقلش که کار نمی کرد، از شدت شهوت هیچ بیمی هم از خلیفه به وجود خودش راه نداد. بعد مولانا اضافه میکنه: چون زند شهوت در این وادی دهل، چیست عقل تو فجل ابن الفجل. دهل زدن کنایه از اختیار داشتنه. قدیما وقتی به نام یه شاهی توی شهر دهل میزدن، نشونه این بوده که اختیار اون شهر یا حکومت دست اون شاهه. میگه وقتی شهوت تو وجودت دهل بزنه، شهوت اختیار رو به دست بگیره، چیست عقل تو فجل ابن الفجل. در اون صورت عقلت اندازه یه شلغم هم ازش نمیاد. فجل یعنی تروب. فجل ابن فجل یعنی تروب پسر تروب، یعنی تروب اندر تروب. معادل همون چیزیه که امروزه به کنایه میگن طرف شلغمه، یعنی هیچ کار است، از پس هیچ کاری بر نمیاد. خلاصه میگه شهوت که بیاد عقل نابوده. صد خلیفه گشته کمتر از مگس، پیش چشم آتشینش آن نفس. اون لحظه شعله کشیدن آتش شهوت، 100 تا خلیفه پیش چشم پهلوان از یه مگس بی اهمیت تر بودن. در هر صورت چون برون انداخت شلوار و نشست، در میان پای زن آن زن پرست. پهلوان شهوت پرست وقتی آماده کار شد، چون زکر سوی مغر میرفت راست. وقتی آلت جنسی پهلوان به سمت آلت جنسی کنیزک میرفت، همون لحظه رستخیز و قلقل از لشکر بخواست. اون بیرون چادر انگار یه قوقایی به پا شد. پهلوان برجهید و کون برهنه سوی صف، ذوالفقاری همچو آتش او به کف. تو همون حالت برهنگی رفت بیرون چادر، در حالی که شمشیر آتشینش دستش بود. با یه صحنه‌ای مواجه شد. دید شیر نر سیاه از نیستان، برزده بر قلب لشکر ناگهان. دیدی شیر سیاهی از سمت بیشه و نیستان حمله کرده وسط لشکر. تازیان چون دیو در جوش آمده، هر طویله و خیمه اندر هم زده. با جوش و خروش میتازید و برای خودش همه چادرها و خیمه ها رو به هم ریخته بود. شیر نر گنبز همی کرد از لغز، در هوا چون موج دریا 20 گز. لغز یعنی راه پرپیچ و خم. گنبز یا همون گنبد کردن هم یعنی جست و خیز کردن. شیر سیاه واسه خودش جولان میداد و مثل موج دریا بلند میشد و 20 متر جست میزد توی هوا. هیچکی هم توانایی رویارویی باهاش نداشت. پهلوان مردانه بود و بی حذر، پیش شیر آمد چو شیر مست نر. پهلوان بیباکم مثل شیر مست رفت سمت شیر سیاه. زد به شمشیر و سرش را برشکافت، و دوباره برای ادامه کارش زود سوی خیمه محروش تافت. سریع برگشت سمت چادری که کنیزک توش
خوابیده بود. چون که خود را او بدان حوری نمود، وقتی برگشت کنیزک با کمال تعجب دید.